بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، وقت شما بخیر. توجه نمایید به خبر ساعت 10 تلویزیون تمدن. به دنبال تصمیم اعلامی وزارت عدلیه مبنی بر توقف فعالیت های تلویزیون تمدن، حوزه علمی خاتم النبیین و دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم، عالمان دین، متنفذین، جوانان و شهروندان از ولایات مختلف کشور با حضور در حوزه علمی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم حمایتشان را از این نهادهای اسلامی اعلام کرده و از حکومت خواستند در مورد تصمیم خود تجدید نظر نماید. در تجمعات دو روز گذشته گفته شد اسناد و مدارک لازم جهت بررسی به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین سپرده شده و خواست مردم از حکومت این است که بعد از بررسی های لازم در این مورد تصمیم بگیرد. وزارت انرژی و آب میگوید کار عملی پروژه انتقال لین برق 500 کیلوولت از دشت خواجه الوان شهر پلخمری مرکز بغلان تا ارغنده کابل با مدیریت این وزارت و سرمایه گذاری یک شرکت خصوصی آغاز شده است. گفته شده با تطبیق این پروژه بیش از 1000 میگاوات برق اضافی از ترکمنستان به افغانستان انتقال و در کنار حل مشکلات کمبود برق در کابل و 12 ولایت همجوار آن برای صدها تن زمینه کار فراهم خواهد شد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم اعلام کرد که در 10 روز گذشته 130 هزار تن نفت خام حوزه آمودریا به ارزش 71.6 میلیون دلار فروخته شده. همایون افغان گفت که امروز یکشنبه نیز 20 هزار تن نفت خام برای فروش به داوطلبی گذاشته می شود. او گفته این نخستین بار است که 150 هزار تن نفت خام افغانستان طی دو هفته به فروش می رسد. وزارت کار امور اجتماعی با نشر خبرنامه اعلام کرد عبدالمنان عمری سرپرست این وزارت در دیدار با وزیر کار و مسئولیت اجتماعی روسیه درباره اعزام قانونی کارگران افغان با آن کشور گفتگو کرده. سرپرست وزارت کار امور اجتماعی همچنان در اظهارات گفته که افغانستان از تحریم ها متاثر بوده و باید این تحریم ها پایان یابد و همچنان خواستار تعامل مثبت کشورها با کابل شده است. و خبر اخیر این که سمینار علمی آگاه دهی درباره اضرار و پیامدهای تابلیت که در دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد. به گفته شرکت کنندگان، دسترسی آسان و انگیزه فرار از مشکلات اجتماعی سبب گرایش بیشتر جوانان به این تابلیت شده. آنان همچنین میگویند برگزاری چنین سمینارها سبب آگاهی بیشتر جوانان درباره ضررهای مواد مخدر و کاهش خرید و فروش آن میگردد. با پایان بسته خبر این ساعت رسیدیم. سپاسگزارم از توجه شما. بقیه روز خوش. خدا نگهدار.